به نام خدا، سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما مؤثرین گرامی. میپردازیم به سومین جلسه از مضمون سازمان های مالی و پولی بین الملل. خب تا جایی که من اطمینان کامل دارم که جلسه قبلی شما با علاقمندی کامل تعقیب کردیم، موضوع مورد بحث ما در جلسه قبلی بیشتر معرفی IMF یا صندوق بین المللی پول بود که در جلسه قبل ما اشاره کردیم به چگونگی ایجاد این سازمان و همچنین عمدترین هدفی که این سازمان داره چی میتونه باشه. گفتیم در بحث ایجاد این سازمان برمیگرده به بعد از جنگ جهانی دوم، با طرح واید و ترکینزی سازمان شکل میگیره و در روز ما 45 کشور عضویت از این میگیرن و تا به امروز هم بیشترین کشورها عضویت این سازمان یا صندوق بین المللی دارن. همچنین موضوع دیگه که ما در بحث IMF داشتیم اینه که چی هدف این سازمان دنبال میکنه، یعنی عمده ترین هدف این سازمان چی میتونه باشه، که ما در جلسه قبل هدف عمده را لیست کردیم که شما در سلاید میبینید که لیست متعددی یا هدف عمده ای سازمان داره. گفتیم مهمترین هدف از این بیشتر برمیگرده به تهیه و ترتیب قوانین و مقررات پولی و مالی در سطح جهان. گفتیم اگر بیایم صورت کلی بیایم ما هدف از یافالتا از این بگیم، روی سه محور متمرکزه. یعنی خود IMF یک جنبه نظارتی داره که بیشتر نظارت داره بر این نظام های پولی و مالی در سطح جهان و همچنین اتخاذ تدابی در زمان بحران های مالی پولی در جهان. اگر بحران در جهان به وجود میایه، IMF در اینجا وظیفه داره که تدابیر و مشورهای لازم را در اینجا اتخاذ کنه. همچنین برای کشورهایی که از کسری بیلانس رنج میبرن این خدمات قرضه‌دهی ارائه میکنه. یعنی پس عمده ترین هدف IMF روی فعالیت های متعدد اینجا شامل بود. حالا بحث ما امروز روی اینه که برای رسیدن به هدف خود IMF پس چه عمل کرد آیا استفاده میکنه یا تکتیک های رسیدن به هدف IMF چی میتونه باشه. خب خود این سازمان از کارکردهای مختلفی برای تحقق هدف خود استفاده میکنه که در اینجا به سه مورد اصلی ما اشاره میکنه که این موارد میتونه بازبینی باشه، وام با مشروط و کمک های فنیه. در ارتباط بازبینی یا سرولنس، یعنی یک از تکتیک های اصلی برای رسیدن به هدف IMF خود بازبینیه که خود این صندوق به طور منظم همیشه تغییر و تحولاتی که در سطح کشور، منطقه و جهان به وجود میاد تحت نظر خود قرار میده. یعنی خود تحولات اقتصادی در صورت کلی بیشتر تحت نظر خود IMF که این معمولا به طور سالیانه سیاست اقتصادی کشورهای خود می بررسی میکنه و در این ارتباط با مقامات کشورهای خود تحت نظر داره. یعنی اون سیاست هایی که بررسی میکنه در هینجی میایه با کشورهایی که عضوان در هون سازمان تحت نظر میکنه و هدف از اینکه چرا این ارزیابی خود IMF انجام میده، هدف عمده از اون کسب اطمینان از ثبات اقتصادی کشورها و همچنین شناسه ریسک های مالی و پولی در سطح خود کشور و منطقه میتونه باشه. یعنی در بخش بازبینی IMF روی دو بود عمده تاکید داره. یک بس اینه که میایه تاثیر سیاست اقتصادی جهان رو بر کشور هدف میمونه بررسی قرار میده. یعنی اینکه فرض کنیم اگر بحران اتحادیه اروپا به وجود میاد، این بحران اتحادیه اروپا چه تاثیری رو بازارهای مالی افغانستان داره؟ یک و موضوع بعدی اینه که تأثیر سیاست اقتصادی افغانستان بر منطقه بررسی میکنه در بخش بازبینی. اگر فرض کنیم در افغانستان بحران های اقتصادی به وجود میایه یا مشکلات اقتصادی و کساد وجود داره، چه تأثیری بحران روی سایر کشورهای منطقه داره؟ و در اینجا خود IMF بعد از بازبینی که انجام میده، البته به صورت متقابل تأثیر این سیاست بر منطقه و تأثیر سیاست منطقه‌ای بر افغانستان رو بررسی میکنه و نتیجه گیری که این میکنه یک گزارش تهیه میکنه که این گزارش البته با خود توافق نظر کشورهای عضو به اطلاع عموم میرسونه. پس برای رسیدن به هدف خود خود معمولا بازبینی یا سرولنس که از عمده ترین تکتیک های IMF که این میتونه مهمترین تکتیک باشه برای رسیدن به هدف بهینه خود IMF. مورد بعدی وام با مشروطه. خب ما قبلا هم اشاره کردیم که خود IMF اقتصاددان ها میگن این عمده ترین هدف از قرض دهی برای جهان نیه، برای کشورهای عضو نیه، حتی آخرین منبع قرض دهی میتونه سازمان IMF باشه، ولی گاهن وام میده ولی وام با مشروط میده. چی رقم مشروط همون شرط که IMF داره؟ این برای کشورهای وام میده که او کشورها معمولا با کسری تراز پرداخت مواجه باشن، یعنی در کشور کسری بیلانس باشه، بیلانس تعداد از اینا با کسری روبرو باشه. و این شرط دیگه اینه که خود کشور که میخواد قرض بگیره از IMF از قرضای IMF استفاده کنه، طوریه که او نتونه از وام های دیگه استفاده کنه، یعنی با روش های عدی نتونسته که ای وام بگیره، بعدا میتونه از خود قرضهای IMF استفاده کنه. این چیه که این صندوق با وام های کوتاه مدت و میان مدت این امکان برای خود کشور فراهم میکنه که بتونه از این قرضه ها استفاده کنه.
و البته خود کشور که وام میگیره و موظفه که اصلاحات اقتصادی که توافق شده بین خود IMF و کشور هدف حتما انجام بده. یعنی اصلاحات لازم رو باید به وجود بیاره، نه وام که IMF بده با شرطه. اولا هی که گفتیم واقعا مشکل کسری بیلانس داشته باشه و دیگه منبع برای اخذ قرضه نباشه برای ازی، یعنی آخرین را برای قرضه گیرتن در جهان میتونه IMF باشه، یعنی از روش های عادی نتونه استفاده کنه، بعد از این میده. و در شرط دیگه اینه که وقتی که قرض میگیره به جاهای استفاده کنه که هور توافق شده بین خود IMF و کشور و او اصلاحات لازم رو حتما به وجود بیاره. و مورد بعدی کمک های فنیه. خود این صندوق معمولا برای ارتقای سطح آگاهی و توان مدیریتی کشورهای عضو کمک های انجام میده که در این جیب کمک های فنی و کمک های تکنیکیه که بیشتر افزایش مهارت های کشورهای و اصلاح روش های مدیریتیه که میتونه این روش ها در زمین های مختلفی باشه و این اصلاحات یا کمک های فنی در زمین های مختلفی میتونه صورت بگیره، مثلا کمک در سیاست گذاری ها، مشوره دهی، پیش بینی های روند اقتصادی کشورهای عضو میتونه که کمک های فنی ارائه. پس از این سه تکتیک برای رسیدن به هدف خود استفاده میکنه، همچنان در پلوی بازبینی و عام مشروع کمک های تخنیکی رم ای هرایه میکنه. حالا که کیها معمولا ای هدف را پیش میبرن و ای وظایف و ای تکتیک ها را به عهده دارن تا که بتونن به مو هدف نهایی که در حساس نامه ذکر شده برسند، اینجا ما تشکیلات داریم. ساختار تشکیلاتی IMF چی میتونه باشه؟ البته این ساختار تشکیلاتی ما مطالعات کلی می معرفی میکنه، گرچه اگر ما این ساختار هر قدر بحث کنیم موضوعات زیاده برای بحثه، ولی مطالعات کلی ارگان های تصمیم گیرنده و ساختار تشکیلاتی این صندوق چیزی در سلات شما میبینیم لست شده میتونه ارگان های متفاوتی باشه، مثل شورای هیئت رئیس، مدیران اجرایی، مدیر عامل، همچنان کمیته 20 و کمیته توسعه، کمیته موقت و سایر مراجع غیر رسمی که همکاران با خود IMF. پس برای رسیدن به این هدف و اجرای این وظایفی که در اینجا ذکر شده، خود IMF این هدف را این ساختار تشکیلاتی داره و در قالب از این ساختار تشکیلاتی هدف خود را پیش می‌برد. یکی از عالی‌ترین و بالاترین ارگان و ارکان خود IMF به نام شورای اوکام یا هیئت نمایندگان، که در شورای اوکام و هیئت نمایندگان معمولاً موضوعی که مورد بحثه ای به نام عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری خود IMF میگن، به نام قوه مصمم IMF، یعنی تصمیم های اصلی در ارتباط به خود چگونگی این سازمان و چگونگی ایجاد و هدف این سازمان در ارتباط به شورای اوکام و هیئت نمایندگان گرفته میشه. که در اینجا کیا حضور معمولاً این تشکیلات کیا میتونن باشن؟ که در اینجا بیشتر وزیرای کشورهای عضو و وزرای مربوط به خود سازمان IMF مثل وزیر دارایی یا وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی میتونه باشه، که خود این سازمان دارای قدرت و اختیارات تام می باشه که حدود و اختیارات قدرت از اینا خود از اینا تعیین میکنه و اینجا در ارتباط به خود این سازمان اعضا به یک دوره خاص تعیین میشن تا وقتی کسی دیگه معرفی نشه معمولا اینا پاسخ رو افس میکنن و قدرت و اختیار از اینام طبق اساسنامه که در اساسنامه ذکر شده و که به چی میزنه اینا اختیارات و قدرت دارن. حالا باز هم مبسوط کلی عمدترین وظایف شورای اوکام و عالیترین رکن IMF که بنامه ایت نمایندگان هم اینجا بررسی میکنه. ما قبلا گفتیم که خود IMF تدبیر مقررات در جهان ای پیش میبره، حالی که کی پیش کی مسئولیت از این ماموریت از این داره، یعنی شورای اوکام یا هیئت رئیسیه که تدبیر مقررات ها داره. وظیفه دیگه که این سازمان داره اینه که معمولا فعالیت های سالانه صندوق بررسی میکنن، سالانه نظارت میشه، خود فعالیت های صندوق ارزیابی میشه و مورد اصلاح قرار میگیره در صورتی که نقاط ضعف وجود داشته باشه. مورد دیگه اینه که اگر یک کشور بخواد عضویت از این سازمان رو بگیره، این صندوق رو بگیره، یا اینکه اخراج شه، بنا به دلایل اخراج از این صورت بگیره، خود موضوع الحاق و خروج حزا باز هم وظیفه خود شورای اوکام باشه. و وظیفه دیگه که این سازمان داره و هی رکن داره در ارتباط به اینه که گفتیم ما در ارتباط به خود IMF قبلا هم بحث کردیم که ثبات پولی یک بحث خیلی عمدیه، ای که باید خود نرخ ارزها برابر باشه با هم، یک ثبات نسبی خود برخوردار باشه، که این نرخ برابری ارزا هم بازم وظیفه خود شورای اوکام. در صورت کلی ما میتونیم بگیم که خود شورای اوکام بالاترین مرجع تصمیم گیری IMF که ای بیشتر جنبه مدیریتی داره. میفهمید در بخش سلسله مراتب هیدری هر قدر ما از ارکان بالایی بیایم بحث کنیم بیشتر جنبه مدیریتی دارن و ارکانهای بعدی بیشتر قوه اجرایی می باشه. دومین رکن خود IMF شورای مدیران اجرایی که در اینجی باز گفتیم هر قدر ما به هر کان بعدی بیایم بیشتر جنبه اجرایی میگیره نسبت به جنبه مدیریتی، یعنی ما قوه نیمه مدیریتی و نیمه اجرایی یاد میکنن. یعنی پس ما میتونیم بگیم دومین مرجع تصمیم گیری در قالب ساختار تشکیلاتی IMF شورای مدیران اجراییه
که ای که کی حدود اختیارات از تعیین میکنه اما یه رئیسه یا شورای حکام که قبلا ما بحث کردیم اختیارات از اونا تعیین میکنن که معمولا اعضای که خود این شورای اجرایی داره در شروع 12 تا عضو بوده، ولی فعلا اگه بیایم بحث کنیم مدیران اجرایی 24 نفرن که 5 نفر از اینا بیشتر کشورهایی هستند که بیشترین سهام دارن، که ما در بخش خود آیم هف یک 5 سهامدار عمده داریم که این 5 نفر صورت انتصابی نه انتخابی، یعنی این اعضای مدیران اجرایی به صورت انتخابی و انتصابی میان تعیین میشن که 5 نفر به صورت انتصابیه که اینا بیشترین سهام دارن مثل آلمان، آمریکا، انگلستان، فرانسه و ژاپن، و 3 نفر البته نظر به زمان فرق میکنه که در چند سال پیش این 3 نفر کسانی هم که بیشترین وام برای صندوق میدن، یعنی 3 نفر هم بازم صورت انتصابی میان تعیین میشه که بیشترین وام برای صندوق دادن که در گذشته عربستان و چین و روسیه بوده، و دیگر انتخابی هم که این نجات انتخابی از بین این کشورها معمولا انتخاب میشن و عمده ترین وظیفه که این شورای مدیران اجرایی داره بیشتر بر میگرده به خود تغییر سهمیه ها، یعنی اگر سهمیه وقتی یک کشور به عضو شه و ای که چی میزانی باید سهمیه بده شورای مدیران اجرایی تعیین میکنن که دوره انتخاب هر فرد که در این صورت انتصابی یا انتخابی میتونه باشه به مدت 2 ساله که اعضا به صورت انتصابی و انتخابی تعیین میشن و وظیفه عمده که داره بیشتر تغییر سهمیه های که سهمیه ها رو اینا تعیین میکنن، اصلاح میکنن و در ارتباط به شرایط عضویت اعضا که چگونه اعضا، ما در بحث های بعدی روی چگونگی عضویت خود اعضا در این سازمان آیم افر داره بحث میکنه. در ارتباط به شرایط عضویت اینا تعیین میکنن که هر مدیر اجرایی که در هنجی تعیین شده میتونه برای خود یک مدیر حلال بدل انتخاب کنه، یعنی در غیاب از این میتونه یک معاون از این میتونه فعالیت کنه، که اینا هفته یک بار جلسات دارن و به نظر به نیاز جلسات اضطراری و فوق العاده میتونن داشته باشن. و عامل یا رکن دیگه این سازمان به نام مدیر عامله که مدیر عامل امور رئیس کارکنان و یا رئیس هیئت اجراییه که باز در اینجا یک رئیس داره خدا های میف که مون رئیس کارکنان و رئیس هیئت اجرایی و مدیر حامل میگن که مدیر حامل هم خود مدیران اجرایی تعیین میکنن و تا از بین خود اعضای مدیران نمیتونه باشه. بیشتر در بخش مدیر حامل این اون منابع بشری به دست داره، یعنی قبرا قوه منابع بشری های میف میگن، یعنی ای که تشکیلات صندوق کی ها میتونن باشن، کی ها استخدام شن، کی ها اخراج شن در ارتباط به کارکنان و چگونگی استخدام و بالاخره عضویت و الحاق از اینا بحث مدیر حامل وظیفه عمده از اینه. و در ارتباط به خود ساحر تشکیلاتی که آیم هفتاره مورد دیگه ما نام کمیته 20 که کمیته 20 البته ای یک تاریخچه داره که کی ایجاد شد، ای چگونه ایجاد شد و یکی مهمترین وظیفه از چی میتونه باشه. معمولا کمیته 20 تا به امروز بیشترین وظیفه که داره و قبلا هم به حساس از این مورد شکل گرفت، میفهمیم ما در جهان نظام های متعدده اون تجربه کرده که نظام های پول متعدده، این زمانی که خود نظام طلا به دلار لغو میشه در جهان و در خود سیستم پولی بلتن وودز نظام پولی شناور می انتخاب میشه، در این جمعی مورد و همین انتخاب همین نظام پولی شناور ای به حده کمیته 20 انتقال داده میشه، یعنی کمیته 20 مسئول بالاخره خود اصلاح سیستم های پولی در جهان که از تاریخچه از این بر بگرد سیستم پولی بلتن وودز که به حده هیئت مدیره کمیته 20 معمولا سپرده شده که بعد هم سیستم های یا نظام های متعدد دیگه انتخاب شد در قالب خود کمیته 20. اعضای از این کمیته معمولا به صورت انتخابی و انتصابی معمولا از بحث هیئت نمایندگان تشکیل میشه که میتونه وزیر باشه که وزیرای کشورهای عضو در این شکل تشکیل میشن که اینا اولین جلسه خام واشنگتن دادن که به عنوان کمیته 20 معرفی میشن و بیشترین یا عمده ترین وظیفه که خود کمیته 20 داره اینه که گفتن سیستم های پولی و مالی اگر در جهان و مشکل بر بخوره اینا اصلاح میکنن. حتی دلیل یا فلسفه وجودی کمیته 20 هم برمیگردم انتخاب و اصلاح سیستم های مالی و پولی که قبلا بوده که ما میفهمیم در جهان سیستم های پولی و مالی متعدد تجربه کردن تا در نهایت ما این رو به سیستم یا شناور بیشتر روبروی مثل آکمترین سیستم شناور پولی و مالیه. پس این کمیته 20 تشکیل شده تا به امروز اینا نظر به نیاز کار میکنن که میتونه برای سیستم اصلاح سیستم مالی و پولی اینا بیشتر کار کنن. و بالاخره یک رکن دیگه این کمیته و این سازمان به نام کمیته موقت داره که خود کمیته موقت عمده ترین وظیفه که داره در بحث از این کمیته معمولا جلس های سالیانه دارن که بازم اعضا از یادم هیئت نمایندگان معمولا تشکیل میشه.
که تا به حال این 24 حوزه متعدد داشتن از کشورهای متفاوت که البته جلسه ها از این هم سال یک باره در اینجی مواردی که اینا پیگیری میکنن بیشتر نظارت بر سیستم های پولی و مالیه. کمیته 20 اصلاح میکنه، ایجاد میکنه سیستم نظام های پولی و مالی. وظیفه عمده از اینا اینه که نظارت کنن و تنظیم کنن سیستم های پولی و مالی در سطح جهان. یعنی کمیته موقت نظر به نیاز به وجود میآید که گفتم متشکل از 24 عضو و که در اعضا از به صورت انتخابی انتصابی تعیین میشن، که مثلا وظیفه که دارن اینه که اگر اساسنامه نیاز به تعدیل باشه و اصلاح خواسته باشه در اینجا اصلاح اساسنامه وظیفه هزینه، اگر در زمانهای بحرانهای مالی و پولی در جهان بحران به وجود میآید که چگونه بتونیم ما با این خطرات که در بحران به وجود میآید بتونیم خطرات یا تدابیر اتخاذ کنیم، کمیته موقت شکل میگیره. یک کمیته موقت بیشتر خطراتی که در سیستم پولی و مالی جهان داره تهدید کنه وظیفه اینه که اینا مقابله کنن و راهکارهای بهتر پیشنهاد بدن. و یک از دیگه ارگان ها و هرکان خود IMF به نام کمیته توصیه، و رکن دیگر خود IMF به نام کمیته توصیه که خود کمیته توصیه طوری که از نام ازیم پیدای بیشتر هی متمرکز به رسیدن به کمک برای کشورهای در حال توسعه. یعنی کمیته توسعه خود کمیتیه که بیشتر به مشکلات و چالش هایی که سر راه کشورهای در حال توسعه میپردازه، که این کمیته بر اساس پیشنهادات خود کمیته 20 شکل گرفت و هدف یا ماموریت عمده که کمیته توسعه داره اینه که منابع انتقال بده برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که معمولا مشکلات خیلی جدی روبرویان. بیشتر کمک های کمیته توصیه و کمیته های بلند مدت به کمک های بلند مدت که حتی قرضه هایی که کمیته توصیه بیشتر تضمین میکنه برای کشورهای در حال توصیه به نام قرضه های ارزان یاد میشه. قرضه های ارزان این کمیته توصیه توریه که برای کشورهای در حال توصیه که از مشکلات بیشتر برخوردارن این قرضه میده، البته قرضه های ارزان تری که میتونه با یک زمان بلند مدت باشه و همچنین از لحاظ ربر و کمتری باشه. و حتی این کمیته توصیه بیشتر تضمین میکنه قرضه های یا کمک های تسهیلات رو ایجاد میکنه که این کمک ها میتونه تسهیلات بلاه وضع باشه بدون مفاد باشه حتی، که این کمیته پس بیشتر متمرکز به مشکلات کشورهای در حال توسعه و مشکلات کشورهای کمتر توسعه یافته که بیشتر از طریق مو انتقال منابع و بررسی وضعیت از کشورها این کمیته میپردازه. یکی اعضا از کمیته کیا میتونن باشن؟ نظر به زمان میتونه متفاوت باشه، ولی بیشتر اعضا از تشکیلاتی یا اعضا قانونی بیشتر نمایندگان خود این صندوق IMF و همچنین بعضی از نمایندگان از بانک جهانی. این کمیته پس بیشتر مأموریت از این روی کمک های بلند مدت برای کشورهای در حال توسعه، یعنی برای کشورهایی که کمتر توسعه یافته هستن، البته یک لیست از ما کشورهای داره به نام کشورهای LEDC هست، یعنی کشورهای لیست اکونومیک دیولپمنت کانتریز، به این کشورها میخوای بیشتر توجه کنه تا این کشورها هم بتونن امتراز با کشورهای توسعه یافته باشن. گرچه البته هدف از این چیزی هست، ولی که تا چی میزان هم میتونه این عمل کرد از این صورت موفقیت آمیز باشه و بحث جدایه. یعنی پس خود کمیته توزیع مأموریت از روی انتقال منابع که این منابع میتونه البته منابع متعددی باشه که در ارتباط به منابع مالی، منابع میتونه که بحث منابع سرمایه‌ای باشه و همچنین منابع بشری و سایر منابعی که بتونه برای کشورها مشکلات از اون رو حل کنه و کارساز باشه، بتونه این انتقال بده البته از طریق کمک هایی که در داخل خود سازمان میشه و سهمیه هایی که در داخل سازمان IMF وجود داره. پس در قالب ما خود IMF ساختارهای تشکیلاتی متفاوتی داره که سلسله مراتب متفاوتی وجود داره، از بحث قوه مدیریتی گرفته تا قوه های اجرایی، و در نهایت خود کمیته توسعه بیشتر در بخش کمک رسانی به کشورها متمرکز بوده. و اینکه چگونه هدف این سازمان میتونه تحقق برسه و تحقق پیدا کنه، پس ما در این ارتباط ساختارهای تشکیلاتی داره که این ساختارهای تشکیلاتی دست به دست هم بدن و در نهایت میتونن برای رسیدن به هدف بهینه این سازمان کمک بکنن. خب قبل از اینکه ما موضوع بعدی شروع کنیم، ما یک فعالیت صنفی برای شما، یک فعالیت خانگی داریم برای درک بهتر این موضوعات قبلی و همچنین موضوعات بعدی. تا به امروز شما میفهمید که در جهان نظام‌های پولی متعدد تجربه شده و به صورت کلی 4 سیستم پولی جهان تجربه کرده. آشنایی با این سیستم ها گرچه من مطمئنم بیشترین از شما مثلا در مضامین قبلی خود خود در اقتصاد پولی، در خود موضوعات مضمون های مرتبط به سیستم های پولی و مالی این مضمون موضوعات شاید تکرار کرده باشه و درک کرده باشه، حالا بازم هدف ما اینه که تاکید کنیم روی اهمیت این 4 سیستم
که گاه ما در سلایدها یاد میبریم از سیستم های پولی متفاوته که یکی این سیستم ها چی میتونه باشه و چی یک سیستم لغو شده و سیستم بعدی به وجود آمده. ایر من از شما خواهش مندم که روی از این سیستم ها بیشتر مطالعه کنیم تا اینکه این موضوعات سازمان های مالی پولی حل خصوص به سازمان برنامه صندوق بینالمللی پول بیشتر بتونن درک کنه. متو که هیچ جزء مفاد درسی ما نیه ولی من قراره که بیشتر یادآور شیم موضوعاتی که بتونه خیلی مرتبط باشه به درس ما و شما. پس کارخانگی ما اینه که این سیستم های چارگانه برای استاندارد طلا طلا و هر سیستم برتن وودز و در نهایت سیستم نرخ شناور که در زمان های متفاوته که بیشتر در زمان کلاسیک بوده که ای که در چی سالها اینا حاکم بودن در اینجا لست شده به هاشنایی بیشتر این سیستم ها شما میتونه که در خانه یک مطالعه خودی داشته باشه تا که بتونه موضوعات این صندوق های مهفر بیشتر درک کنه. خب موضوع مورد بحث ما در جلسه بعدی روی عضویت از صندوقه که چی کشورهای میتونن عضو بشن و عضویت از اینا چگونه میتونه باشه و اگر عضو شم چی سهمیه میتونه اینا پرداخت کنم. هیر مگذارم برای کلیپ بعدی و جلسه بعدی. پاینده و سالم و سلامت باشی. روزتان خوش.